امضای چند سند با اهمیت میان افغانستان و چین. مصرف نشدن بودیجه از سوی شماری از نهادهای حکومتی. دیلور لامیرون هم دی و دیر وزارتونو که در ظرفیت کم بود چه کافی ظرفیت نداری. و نشر تصویر یک بریتانیایی از سوی داعش. سلام و شبتان بخیر. با سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 28 اکتبر 2014 میلادی. من بهشت رحمانی هستم. چهار توافقنامه همکاری های اقتصادی، دیپلماتیک، بازرگانی و همکاری درازمدت میان افغانستان و جمهوری چین امضا شد. رئیس جمهور چین بر ادامه کمک های درازمدت کشورش به افغانستان تعهد کرد. و در همین حال اشرف غنی احمدزی که در چین سفر کرده است میگوید چین و کشورهای جنوب آسیا نقش مؤثر برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان دارند. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر این خبر. رئیس جمهور احمدزی صبح امروز سه‌شنبه با شمار از اعضای کابینه کشور و نمایندگان مجلس وارد پایتخت پیجنگ چین شد. وی با استقبال گرم دولت این کشور روبرو شد. پس از آن در نشست رئیس جمهور احمدزی خواهان افزایش کمک‌های مالی و آموزش نیروهای امنیتی از سوی این کشور شد. چین و افغانستان با تهدیدات مشابه مواجهند و همین تهدیدات دو کشور را به همکاری‌های بیشتر وامی دارد. امیدواریم روابط افغانستان و چین عمیق‌تر و وسیع‌تر شده و همکاری‌های دو جانبه میان این دو کشور افزایش یابد. در پایان این نشست توافقنامه تقویت پیمان راهبردی بیجینگ کابل میان وزیران خارجه دو کشور، توافقنامه سیاسی رفع ویزی سیاسی، توافقنامه کمک‌های بشری، همکاری‌ها میان اتاق‌های تجارت و صنایع به امضا رسید. در این نشست که رئیس جمهور چین و شماری از مقامات بلندپایه حکومتی چین اشتراک کرده‌اند و همکاری‌های درازمدت این کشور با افغانستان تأکید می‌ورزند. چهارمین نشست وزرای خارجه روند استانبول که در چین برگزار می شود، نخستین گرد همایی بین المللی درباره مسائل افغانستان پس از تشکیل دولت جدید آن کشور خواهد بود و ما نیز مایل هستیم برای ثمر بخشی نشست و پشتیبانی بیشتر کشورهای منطقه و جامعه جهانی از افغانستان تلاش های لازم را انجام دهیم. قرار است رئیس جمهور 3 روز دیگر نیز در چین بماند و با شماری از سیاستگزاران این کشور دیدار کند. این نخستین روز 4 روزه کاری آقای اشرف غنی احمدزی در شهر بیجینگ چین است. او با همتای چینی خود توافقنامه‌ای را به امضا رسانید که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود. احمد فرشاد صالح، آریانا نیوز، بیجینگ چین. در همین حال آگاهان سیاسی ابراز امیدواری می کنند تا نزدیکی افغانستان و چین باعث پیشرفت در گفتگوهای صلح در افغانستان شود. همزمان با این آگاهان اقتصادی نقش چین را در بخش اقتصادی با افغانستان سودمند می دانند. نصرت پرسا در این باره جزئیات می دهد. خیابان‌های منتهی به فرودگاه شهر پکن بر رسم پذیرایی از هیئت افغانستان با پرچم‌های سه رنگ مزین شده است. اشرف غنی احمدزی به دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای 4 روز عازم این کشور شده است. رئیس جمهور احمدزی در کنار حضور در نشست کشورهای قلب آسیا با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان چین دیدار خواهد کرد. آقای احمدزی در مدت اقامتش در چین موافقتنامه های را هم با جانب چین به امضا خواهد رساند. به گمان اغلب یکی از این موافقتنامه های اقتصادی خواهد بود. خوب است که افغانستان از این به بعد با راندازی یک دیپلماسی فعال و آگاهانه و با یک دید کلانی که اقتصاد افغانستان به کام طرف میخواهد ببره بیشتر ابتکار عمل در همچین نشست‌ها به دست بگیره تا بتونه افغانستان جایگاه بهینه خود از نظر اقتصادی در این منطقه ایراز بکنه. که چه رئیس جمهور و کولی سیس افغانستان و چین په منځ کې د ترانزیتی لاره چې سرک او د ریل پټلۍ ده دا جوړسی نو من کولی سو چې ډیر په اسانۍ سره خپل خام مواد د چین مارکیټونو ته ورسوو.
چین از کشورهایی است که روابط خیلی ها نزدیک و همه جانبه با کشورهای منطقه از جمله با پاکستان و افغانستان دارد. با توجه به این روابط توقع می رود که چین در بخش سیاست افغانستان را در راستای رسیدن به صلح یاری رساند. این پتانسیل مورد توجه حکومت افغانستان هست برای تسهیل در پروسه صلح، به استفاده از روابطی که چین با پاکستان داره برای جلب همکاری پاکستان در راستای تامین امنیت و به موفقیت رسیدن در پروسه صلح در کشور. در نظر است در جریان این سفر بازرگانان چین و افغانستان در حضور داشت رئیس جمهور احمدزی با هم دیدار کنند. اشرف غنی احمدزی در این سفر در دانشگاه شین و سخنرانی خواهد کرد و پس از آن در میز مدوره شرکت می کند که پیرامون روابط افغانستان و چین با مسائل منطقوی تدویر می شود. چین از کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا به حساب می رود که اخیراً روابط تنگاتنگ با افغانستان برقرار کرده است. برخی شرکت‌های چینی در حال حاضر در بخش‌های استخراج معادن در افغانستان فعالیت دارند. کابینه جدید افغانستان پیش از نشست لندن کار را آغاز خواهد کرد. اعضای کمیته‌ای که برای کار روی تشکیل کابینه جدید افغانستان گماشته شده اند می‌گویند کارهای آنان به گونه چشمگیر پیش رفته است و به زودی کابینه جدید آماده معرفی به مجلس نمایندگان می‌شود. از سوی هم شما را از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان نیز خواهان آن هستند تا برای تنظیم امور کشور کابینه جدید آغاز به کار کند. حمید صدیقی با شرح بیشتر این خبر. از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان حدود یک ماه می شود و نشست لندن که برای کشور از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی بسیار ارزش است و در 4 دسامبر برگزار می شود. با این حال کمیته‌ای که به منظور کار روی کابینه جدید ایجاد شده است میگوید تا پیش از نشست لندن کابینه جدید معرفی و از پارلمان رأی خواهند گرفت. به گفته اعضای این کمیته تنها دلیلی که کار به کندی پیش می رود گزینش افراد شایسته و دارای پیشینه خوب است. تعهدی که وجود داره برای آرامش افغانستان، برای پیشرفت و ترقی افغانستان، با این تعهد و با این احساسی که ما در بین تیم ها می بینم برای احتمال زیاد میره که کار قبل از او صورت بگیره. کمی زمانگیر است، مگر انشاءالله امیدواری ها خیلی زیاد است که در آینده بسیار نزدیک حکومت تشکیل شه و کابینه اعلان شه. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند اگر کابینه جدید به زودی معرفی نشود و پیش از نشست لندن رأی اعتماد نگیرد جامعه جانی بر کابینه موقت اعتبار نمی کند. وقت کنفرانس های بین المللی به خاطر افغانستان دایر میشه و مردم دونرها چشم میبنده که با وزرایی که بالاخره ابزار تطبیق پروژه هستند اینا باید در اون جلسات حضور داشته باشه یا حداقل وزیر رئیس جمهور اطمینان بده که کابینه ما تشکیل شد. همچنان شماری از آگاهان به این باورند که کندی در کار تشکیل کابینه به اعتمادی های داخلی و بیرونی را افزایش می دهد. مردم از این بابت بسیار نگرانی داره. باید برای کاهش میزان نگرانی مردم هم باید کابینه ایجاد شود تا اعتماد مردم و اعتماد جامعه جهانی روی نظام پخته‌تر شود. اکنون تمام وزیران کابینه افغانستان سرپرست هستند و مطابق قانون سرپرستی این وزیران می توانند تا 16 روز دیگر سرپرست باقی بمانند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید کابینه دولت افغانستان تا هنوز در مرحله مشوره قرار دارد و در دیدار با سران جبهه صلح و فلاح ملی که متشکل از 3 حزب سیاسی می باشد گفت حکومت وحدت ملی زیربنای اساسیش گذاشته شده ولی تا حال به مفهوم واقعی تشکیل نگردیده است. این گفته های رئیس اجرایی یک کشور در حال مطرح می شود که بیشتر از یک ماه از عمر حکومت وحدت ملی گذشته ولی تا حال کسی به عنوان وزیر معرفی نشده است. حکومت وحدت ملی که شکل می گیرد تهداب اولیش گذاشته شده اما هنوز حکومت تکمیل نشده. کابینه و تعییناتی که باید روی دست گرفته شود هنوز هم مشوره ها رویش دوام داره. وزارت مالیه کشور میگوید شماره از واحدهای بودجه‌ای در کشور نتوانسته تا بودجه انکشافیشان را به گونه درست عملی نمایند. با گفته مسئولان در این وزارت این واحدهای بودجه‌ای باید از این کارشان به مردم معلومات دهند. توجه کنید به گزارش در این مورد.
عدم مصرف بودجه انکشافی یکی از مشکلات بسیار جدی در کشور است. وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که در سال روان نیز شمار زیادی از واحدهای بودجوی نتوانستند تا بودجه انکشافیشان را به گونه درست مصرف کنند که نبود ظرفیت یکی از دلایل مهم آن است. به انکشافی غیر اختیاری که بیا مستقیما وزارتخانه مسئولیت لري چې په دې اړه جواب وي، ځکه چې هغه پروژې مستقیما د ډونر لخوا نه تمویلیږي او باید کمکاری پکې ونشي په خپل وخت سره تطبیق شي. بیا د دې نور لاملونه هم دي. په ډیرو وزارتونو کې د ظرفیت کمبود چې کافی ظرفیت نه لري. به اساس گزارش ها در سال 1393 مجلس نمایندگان 0%، وزارت دولت در امور پارلمانی 1%، وزارت داخله 2%، وزارت دفاع 19%، وزارت تحصیلات عالی 27%، وزارت فواید عامه 30%، وزارت انرژی و آب 31%، وزارت معدن 32%، وزارت معارف 34%، وزارت مالیه 38%، وزارت مخابرات 41%، وزارت زراعت و مالداری 46%، وزارت خارجه 49% و وزارت احیا و انکشاف دهات 54% بودجه انکشافیشان را با مصرف رساندند. با گفته مسئولان وزارت مالیه، در این میان نهادهای هم بودند که بودجه غیر اختیاری داشتند و نتوانستند که آن را به دست آورده و مصرف کنند. دو سرباز پلیس در حمله دو فرد مهاجم در جاده لیلامی ها در مرکز شهر هرات کشته شدند. در این رویداد که حوالی ساعت 2 ظهر سه‌شنبه رخ داد، 15 تن از جمله 5 زن و 1 کودک زخم برداشتند. حمله کنندگان برای 2 ساعت با نیروهای امنیتی افغان در داخل یک منزل مسکونی درگیر بودند که سرانجام مهاجمان به قتل رسیدند. و همچنان بیننده خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده هم پس از وقفه کوتاهی باشید. باز هم خوش آمدید. اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا برای چگونگی روابط تجاری میان سرمایه گذاران افغان و امریکا آمادگی ها را آغاز کردند. قرار است در ماه قوس گردهمایی میان سرمایه گذاران افغان و امریکا در واشنگتن برگزار شود و مسئولان اتاق تجارت افغانستان میگویند برنامه هایی را برای آمادگی در نشست مشترک آغاز کردند. توجه کنید به گزارش در این مورد. اعضای اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا در کابل نشست را راه اندازی کردند. در این نشست سرمایه گذاران افغان برای 10th نشست مشترک افغان امریکا که قرار است از 18 تا 20 قوس در واشنگتن برگزار شود آمادگی می گیرند. گفته می شود در نشست امریکا تلاش خواهد شد تا سرمایه گذاران امریکایی برای سرمایه گذاری در بخش های معادن، ساختمانی و برق تشویق شوند. اکثرا همه شرکت های مشترکی که سرمایه گذاری مشترکی که در افغانستان بین امریکا و افغانستان میبینین نتیجه متناسب بوده. همه سکترهای مختلف ما در کنفرانس های سالانه خود که مچ میکینگ کنفرانس است دایی ما فوکس می داشته باشیم و پروگرام های دیگه هم در طول سال می داشته باشیم که مخصوص سر یک سکتر خاص فوکس خاص می داشته باشه. این در حال است که حکومت وحدت ملی در آغاز کارش وعده سپرده بود که یکی از برنامه‌های نخستین حکومت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خواهد بود. و اکنون هم توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو 73 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی. و اکنون هم سید علی کاظمی و تازه های ورزش. علی خوش آمدی به استودیو، بفرما. تشکر. سلام و خبرهای ورزشی بعد از وقفه کوتاه. Thank you.
با سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان قهرمان مسابقات جام ایلیت در قطر شد. تیم ملی 16 سال افغانستان در آخرین بازی این جام عصر امروز به مسافه تیم کرکت نپال رفت و توانست از صد این تیم بگذرد و قهرمان این مسابقات شود. و از سوی دیگر تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان از صد تیم پاکستان گذشت. این تیم موفق شد در 13 اور هدف تعیین شده از سوی پاکستان را تکمیل نموده و به راحتی این تیم را شکست داد. گزارش داریم از بازی دو تیم کرکت 19 سال افغانستان و پاکستان. تیم ملی کرکت افغانستان موفق شد که در خاک پاکستان این تیم را شکست دهد. تیم های ملی کرکت 19 سال افغانستان و پاکستان دو دیدار دوستانه با هم انجام می دهند که دیدار اول با پیروزی چشمگیر کرکت بازان افغانستان همراه بود. اعضای تیم ملی کرکت پاکستان که ابتدا بتنگ را در اختیار داشتند در مقابل پرتاب های بازیکنان افغانستان تنها موفق شدند که 101 دوش انجام دهند و هدف نسبتاً آسانی برای کرکت بازان افغانستان تعیین کنند. اما اعضای تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان براحتی توانستند تنها در 13 آور این هدف تعیین شده را تکمیل نموده و در خاک پاکستان مقابل این کشور به برتری دست پیدا کنند. نکته جالب در این دیدار این است که اعضای تیم ملی کرکت افغانستان با قدرت نمایی تنها دو بتنگ باز خود موفق شدند که به این پیروزی دست پیدا کنند و هیچ یک از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان از دور مسابقه خارج نشدند. تیم های ملی کرکت 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در دومین دیدار دوستانه برابر هم سفارایی خواهند کرد. پاکستان یکی از کشورهای صاحب سبک در کرکت دنیا می باشد و افغانستان نیز در طول سالهای گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی که در رقابت‌های مختلف آسیایی و جهانی داشته است موفق شده که به تیمی قابل احترام در برابر سایر قدرت‌های کرکت دنیا مبدل شود. یادآوری است که شما می‌توانید بازی بعدی تیم کرکت 19 سال افغانستان و پاکستان که فردا برگزار می‌شود از ساعت 8:30 به صورت زنده از آریانا و شبکه جهانی آریانا تماشا کنید. رقابت‌های فوتبال سرتاسری افغانستان در 7 زون کشور به صورت همزمان آغاز شد. تیم‌های حاضر در 7 زون کشور به صورت همزمان رقابت برای تعیین تیم‌های قهرمان این زون‌ها را آغاز کردند. در نخستین روز از رقابت‌های سرتاسری فوتبال کشور در زون مرکز، جوانان بامیان 2-1 پیمان کاپیسا را شکست داد و شاهین دایکوندی نیز با 1 گل جوانان پروان را از پیش روی برداشت. در زون شمال شرق نیز دو تساوی رقم خورد که شیوای تخار با نتیجه 1-1 برابر شاهین کندوز تن به تساوی داد و استقلال بدخشان نیز با نتیجه مشابه برابر استقلال بغلان مساوی ماند. یک دیدار برگزار شده در زون شمال جشنواره از گل بود که جوانان آزادی بلخ با 5 گل پیروزی سمنگان را در هم کوبیدند. در پیکارهای زون غرب استقلال هرات با 1 گل بر استقلال غور غلبه کرد و فوتبالیستان کوثر فراه نیز 2-0 از استقلال بادغیس پیشی گرفتند. در زون جنوب شرق تیم مجاهد خوست 2-1 از صدر تیم پامیر لوگر گذشت و آزادی غزنی در یک بازی پرگل 4-3 تیم اتفاق پکتیا را شکست داد. در پایان این رقابت‌ها که در زون‌های هفتگانه برگزار می‌شود، تیم‌های قهرمان جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی سرتاسری افغانستان را به دست می‌آورند. و حال وضعیت آب و هوای کشور. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. و سرانجام شهر غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 4. سپاس از همراهیتون با سرویس خبری این ساعت. در ادامه هم بیننده پس از خبر با میثاق محمدی از آریانا نیوز باشید. شبتون خوش. بخیر.